سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. از دسامبر سال 1996 تا آوریل سال 1997 اون به 11 مغازه‌دار حمله کرد. اونا رو کشت و از مغازه‌شون دزدی کرد. در ماه‌های می و ژوئن حمله‌ها به سمت رانندگان تاکسی متمایل شد و بعد از ژوئن تا جولای 9 زوج جوان و زن مورد حمله قرار گرفتن. در آگوست تا نوامبر یک مرد مورد سرقت و قتل قرار گرفت و در دسامبر 3 خونه مورد حمله قرار گرفت. تمام این اتفاقات به ظاهر پراکنده به نظر می رسیدن. اما زنجیره اونها که به سرعت و پشت سر هم رخ می داد باعث شد پلیس فکر کنه قتلها کار دو نفره. پایت بایل وولد، عضو نیروهای ویژه پلیس جوهانسبورگ، مسئول رسیدگی به این پرونده ها بود. اون بعدها در مصاحبه هاش گفت در نگاه اول نمیشد فهمید ما با چه نوع قاتلی مواجه هستیم، اما بررسی های دقیق تر نشون داد ما با 3 مدل قتل مواجهیم. این رو از روی سلاح‌های به کار رفته متوجه شدیم. اون دست از قربانیان که مغازه دار بودن اغلب با اجسام سخت و فلزی به قتل رسیده بودن، اما رانندگان تاکسی و زوج‌ها با سلاح گرم کشته شده بودن و قربانیان زن فقط با چاقو به قتل رسیده بودن. در این قربانیان نشونه هایی از تجاوز و خشونت دیده می شد که خبر از یک قاتل زنجیره‌ای می داد. قاتلی زنجیره‌ای که تنها الگوی اون لذت کشتن بود. اون با دلیل و بی دلیل قربانی می گرفت چون کشتن رو بیش از هر چیزی دوست داشت. روزنامه ها به اشتباه گمان کرده بودن 2 قاتل به صورت همزمان در جوهانسبورگ مشغول جنایت هستند. اونا 2 اسم متفاوت برای این قاتل‌ها در نظر گرفته بودن تا خوانندگانشون بتونن اونها رو از هم تشخیص بدن. اما باید وولد سرانجام اعلام کرد که این 2 قاتل در واقع یه نفرن. اون بود که تونست در نهایت گره معمای قتل رو باز کنه. حل معمای قاتل مخوف جوهانسبورگ، البته بعد از اینکه مشخص شد فقط یه نفره، تنها به هوش کاراگاهان متکی نبود. این اولین بار بود که در سیستم پلیسی جوهانسبورگ از تکنولوژی مکانیابی از طریق نقشه‌های ماهواره‌ای برای تعیین محدوده قتل‌ها کمک گرفته می‌شد. نقشه‌ها نشون می‌داد که اگرچه قتل‌ها در ظاهر در مناطق گسترده‌ای رخ دادند، اما در واقع چنین نیست. تحلیل داده‌هایی که از طریق مکانیاب‌های ماهواره‌ای به دست اومده بود نشون می‌داد مقتولان در 2 محدوده بیشتر از بقیه جاها به کام مرگ رفتند. پلیس با تمرکز بر این 2 محدوده بود که تونست یک نفر رو پیدا کنه. بعدها معلوم شد این قتل‌ها واقعاً در محل کار قاتل و محل زندگی دوست دخترش اتفاق افتادن. 2 جایی که اون بیشتر از همیشه وقتشو در اونجا میگذروند. بعد از معلوم شدن مکان‌های پر رفت آمد، پلیس به شکل نامحسوس این مناطق رو زیر نظر گرفت تا اینکه تونست مزنون مورد نظر رو پیدا کنه. مردی جوون و حدوداً 20 و چند ساله سیاه پوست و بسیار پرخاشگر به نام سدریک میاکه که وقتی پلیس تلاش کرد تا اونو دستگیر کنه، سدریک به شدت مقاومت کرد. بعدی که چندین پلیس با هم برای دستگیری اون وارد عمل شدن. اون از حمله به پلیس ها هیچ ترسی نداشت و سعی میکرد با همون روش هایی که جون برخی از قربانیانش رو گرفته بود پلیس ها رو هم به قتل برسونه. چوب، سنگ و میله های فلزی تنها سلاح های سدریک بودن و اگرچه اون مردی ریز جسه بود، اما از قدرت بدنی و چالاکی بالایی برخوردار بود. مردی خشن که به هر چیزی چنگ مینداخت تا خودش از حلقه محاصره پلیس خلاص کنه و همین اونو خطرناکتر میکرد. اما سرانجام نیروهای پلیس موفق شدن سدریک رو به بند بکشن، اما این تازه شروع ماجرا بود. قبل از ادامه بررسی این پرونده، اگر تا اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون، اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا برگردیم به بررسی ادامه این پرونده. پایل وولد بعدها در خاطراتش گفت، اولین بار وقتی سدریک رو دیدم، متوجه شدم که گرفتن اعتراف از اون به این آسونیا نیست. این مرد که مثل شیری زخمی تقلا کرده بود تا به دام نیفته، حالا در چنگ ماموران قانون بسیار خونسرد و بی‌تفاوت به نظر می رسید.
انگار اهمیتی نمیداد که چه اتفاقی افتاده و هیچ چیز ترسناکتر از یک قاتل بی تفاوت نیست. کسی که جون قربانیانش رو به بدترین شیوه های ممکن گرفته بود، حالا اصلا نمی ترسید که چه اتفاقی براش می افته. وقتی اولین بار به چشماش نگاه کردم، دیدم که خونسردی در اونا موج می زنه. مثل مردی بیگناه که حتی نمی دونه چرا اونو دستگیر کردن. پلیس جوهانسبورگ ناچار بود برای متهم کردن سدریک از روش های مختلفی استفاده کنه. اما اونا می دونستن که اگه مدارک به درد بخوری پیدا نکنن، باید سدریک رو رها کنن. چون طبق قانون نگه داشتن مظنونی که اتهاماتش ثابت نشده ممکن نبود. وایلوولد برای همین تمام نیروهاشو بسیج کرد. اونا فقط 2 روز وقت داشتن و بعد از اون اگه این عملیات طاقت فرسا با شکست مواجه می شد، سدریک ممکن بود برای همیشه از چنگشون فرار کنه. پلیس شروع به تفتیش خونه سدریک کرد. هر چیزی رو که فکر می کردن ممکنه مدرکی علیه اون باشه جمع کردن. از جمله لباسهایی که به تازگی شسته شده بودن. وایلوولد بلافاصله لباسها رو بازمایشگاه خونشناسی فرستاد. به این امید که بتونن چیزی پیدا کنن. اما زمان دستگیری سدریک مصادف با کریسمس بود. نیروهای اداره پلیس اغلب به مرخصی رفته بودن و همین مسئله کار رو سخت‌تر می‌کرد. وایلوولد اما از یکی از متخصصان پزشکی قانونی خواهش کرد هر طور شده اون مدرک لعنتی رو براش گیر بیاره. از اون طرف شروع به جستجوی پرونده‌هایی کرد که در اون زنانی مورد تجاوز و حمله قرار گرفته بودن. وایلوولد از چند نفرشون خواست به اداره پلیس بیان و تا اونجا که ذهنشون یاری می‌کنه راجع به مشخصات ظاهری مهاجم اطلاعات بدن. بعضی از زنها حاضر به این کار نشدن. راضی کردن اونها کار خیلی سختی بود. اونا قربانی بودن و ترس در وجودشون ریشه دونده بود. بالاخره یکی 2 نفر قبول کردن با پلیس همکاری کنن و جزئیات حمله رو شرح دادن. خوشبختانه اونها تونستن مشخصات ظاهری سدریک رو تا حدی برای پلیس روشن کنن، ولی این کافی نبود. وایلوولد می دونست قضات در دادگاه تنها به این شواهد اکتفا نمی کنن. در هیچ کجای دنیا شهادت زنی آسیب دیده که در تاریکی مورد حمله قرار گرفته مدرک چندان معتبری محسوب نمیشه. وایلوولد ساعتها در طول اتاقش قدم زد و گوش به زنگ بود تا خبری از آزمایشگاه برسه و وقتی متخصص پزشکی قانونی تماس گرفت و گفت تونسته مدرکی گیر بیاره، کارگاه وایلوولد سرانجام احساس کرد کریسمس برای شروع شده. بعد از به دست اومدن مدارک معتبر، حالا وایلوولد میتونست متهم رو بازجویی کنه. اگرچه سدریک با همون صورت سخت و سرد حاضر نشد هیچ کدوم از اتهامات رو قبول کنه. اون تا آخرین لحظه‌ای که در دست پلیس بود، تمام اتهامات رو انکار کرد. اما شواهد انکارناپذیر بودن. وایلوولد میدونست در مقابل چنین متهم چموش و سرسختی باید پرونده‌ای محکم ارائه کنه. برای همین بود که پرونده سدریک میاکه یکی از قطورترین پرونده‌هایی بود که به دادگاه ارائه شد. دادگاه سدریک هم در نوع خودش یکی از اتفاقات فراموش نشدنی جوهانسبورگ به شمار می‌رفت. هر بار که لازم بود اونو به دادگاه بیارن، همچون موجودی وحشی شروع به تقلا می‌کرد. همیشه 2 پلیس اونو از سلولش به زحمت بیرون میکشیدن و تا دادگاه همراهی میکردن. اون حتی با وجود دستهایی که زنجیر شده بود، سعی میکرد به پلیس یا حاضران در دادگاه حمله کنه. برای همین بود که چند نفر از وابستگان قربانیان به محض دیدن نگاه خیره سدریک از ترس از دادگاه فرار کردن. اما هیچ کسی مثل وایلوولد نمیدونست که این حیوان وحشی رام نشده تا وقتی در قفس باشه دیگه نمیتونه به کسی آسیب برسونه. دادگاه سدریک 1 ماه طول کشید. روزنامه ها لحظه به لحظه اونو دنبال میکردن و بر آتش هیجان مخاطبان میدمیدن. بعدی که خیلی از خوانندگان برای اعدام شدن سدریک دعا میکردن، اما در آفریقای جنوبی حکم اعدام وجود نداره. سرانجام پس از ماها محاکمه، سدریک میاکه به 1159 سال زندان برای قتل بیش از 27 نفر محکوم شد. پلیس تعداد قربانیان اونو بیشتر رو تا 35 نفر حدس میزنه. اما چون سدریک حاضر نشد به هیچ عنوان به قتل رو اعتراف کنه و تنها با تکیه بر شواهد موجود اتهاماتش ثابت شد، دادگاه اونو فقط به 27 قتل متهم کرد.
اگرچه در ابتدای دستگیری سدریک زنان کمی حاضر شدن با کارگاه بایل وولت همکاری کنند، اما وقتی جرم اون محرز شد، کم کم زنان قربانی از سایه بیرون اومدن و در دادگاه حاضر شدن. در نتیجه حکم اون به 1340 سال زندان به خاطر تجاوز به 28 زن و تلاش برای دزدی و قتل و جرمای دیگه تغییر کرد. زمانی که سدریک رو به زندان فوق امنیتی منتقل می کردن، اون تلاش کرد با خبرنگارانی که برای پوشش ماجرا به دادگاه اومده بودن ارتباط برقرار کنه و فریاد زد: مطمئن باشین من 2 سال دیگه از زندان بیرون میام. حرف اون برای بستگان قربانیان بسیار هراس‌انگیز بود، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. سدریک میاکه همچنان در زندان زندگی میکنه، ولی خاطره ی جنایتهاش هنوز در خاطر جوهانسبورگ باقی مونده. حالا یه سوال: آیا شما با حکم اعدام موافق هستید یا نه؟ برای بررسی اسرار قتل‌های زجرآور که باور کردنی نیستن، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و شاد باشید.